سلام میگم به تک تک شما عزیزان. خیلی خوشحالم که امروز این روز عالی، این موقعیت رو دارم، این اجازه رو دارم که در خدمت شما باشم. از پاستور عزیز تشکر میکنم که نوبت خودشون رو امروز به من دادن تا پیامی که به صورت خاص برای امروز در مورد تعمید در قلب من بود رو با شما عزیزان در میون بذارم. این پیامی هستش که یک قسمتی از این پیام رو میتونم بگم. چند وقت پیش در کلیسای برمن موعظه کردم، یه مقدار اوائلش شاید برای عزیزان برمن تکراری باشه، اما مطمئنم هرچند کلام خود تکراری باشه اما میتونه برکات تازه و فهم تازه به ما ببخشه. همینطور تبریک میگم به 15 نفر از عزیزانی که امروز زندگی خودشون رو شروع کردن، تعمید گرفتن. یک کلیسای کاتولیکی بود در یک روستای کوچکی، در یک شهر کوچکی، و جمعیت چندانی نداشت این شهر و این روستا. و این کلیسای کاتولیک به خاطر اینکه درآمد خودش رو داشته باشه و بتونن کشیشان اونجا، راهبهای اونجا امرار معاش کنن، یک مرغدونی داشتن، یا به قول پاستور یک طویله مرغ‌ها داشتن که اونجا مرغ‌ها رو پرورش میدادن و این مرغ‌ها رو میفروختن از تخم مرغ اونها و گوشت اونها و خودشون امرار معاش میکردن. و افرادی هم در این کلیسای کاتولیک در واقع مسئول این طویله مرغ‌ها بودن. یک روز اینها به خودشون میان و میبینن که یه تعدادی از این مرغ‌ها کم شده، مرغ‌های این مرغدونی نیست. تعجب میکنن، میگن ما هر دفعه میریم سر میزنیم تعداد همیشه درسته. برها یکی از این افرادی که اونجا کار میکرده میگه که اوکی، من امشب رو میرم در مرغدونی میمونم ببینم چه اتفاقی میفته. چون گفتن ما نه حیوانی داریم نه دزدی میاد و اینها. یک شب اونجا میره، این نفر میمونه و میبینه نصفه های شب یک مردی اومده توی مرغدونی و یکی از این مرغ ها دوتا مرغ ها رو داره میدزده. این سریع این فرد دزد رو دستگیر میکنه، این دو رو دستگیر میکنه، میبرن نگه میدارن، فردا صبح میبرن پیش کشیش های کلیسای کاتولیک. اونا شروع میکنن با این صحبت کردن، دزدی اصلا کار خوبی نیست، گناهه، زندگی تو میتونه تبدیل بشه، عیسی مسیح میتونه زندگی تو رو عوض کنه و تو باید باور کنی که گناهکار هستی و تعمید بگیری و تو عوض میشی. آیا میخوای عوض بشی؟ بله میخوام عوض بشم. آیا باور داری که گناهکار هستی؟ بله باور دارم که گناهکار هستی. پس باید تعمید بگیری در نام پدر، پسر، روح القدس و تو عوض میشی. اونم میگه باش. به هر حال کاتولیک ها معمولا یک ظرف آب دارن یا اینطوری میپاشن، این فرد رو دزد رو میارن اونجا و این آب رو میپاشن، میگن در نام پدر، پسر، روح القدس، تو دیگه دزد نیستی، تو یک مسیحی هستی، تو دیگه دزد نیستی و تو یک مسیحی هستی. به هر حال اینا خوشحال میگن ما با یک تیر چند تا نشون زدیم، هم دیگه دزدی نیامد، هم یکی هم نجات پیدا کرد و تموم شد. یک هفته دو هفته گذشتن، بازم از مرغای ما داره کم میشه، شهر ما اونقدر بزرگ نیست که بخواد خارجی بیاد، دزد بیاد، چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ دوباره همون طرف میگه آقا من میرم امشبم میخوابم توی طویله مرغا ببینم که چه بلایی داره به سر مرغای ما میاد. میره تو مرغدونی و وقتی که نگاه میکنه میره نیمه های شب یه کسی داره میاد تو، تا میاد بره سمتش این طرف رو بگیره میبینه این همون مردیه که اینا تعمیدش دادن و خیلی تعجب میکنه. و این بار میبینه که این مرد وقتی که داره میاد با خودش یک سطل آب هم داره و میاد یک مرغ رو ور میداره و دستشو میکنه تو آب، میگه در نام پدر، پسر، روح القدس، تو مرغ نیستی، تو یک بادمجون هستی، تو مرغ نیستی، تو یک بادمجون هستی، و اون رو میبره. از این داستان همینقدر که خنده داره، همینقدر که مضحکه، اما یک پیام عمیقی درش داره، یک پیام عمیق و متاسفانه تلخ درش داره. کسی که فکر بکنه که فقط با تعمید یافتن، با تعمید گرفتن نجات رو دریافت کرده و زندگی رو عوض شده. پاستور پیت مومزن کشیش کلیسای المسون خیلی همیشه داست چیز قشنگی رو میگه در کلاسای آلفا، میگه اگر فقط با تعمید افراد نجات پیدا میکردن، من حاضر بودم یک هواپیمایی بخرم توی اون رو پر آب کنم و برم بر فراز آلمان و این آب رو ول کنم بگم در نام پدر، پسر، روح القدس، همه رو تعمید میدم. اما نه عزیزان، آمین که در این کلیسا و در جمع ما افرادی مثل این دزد در ایمانشون نباشن، اما میتونیم عزیزان دچار این اتفاق بشیم، فکر کنیم که فقط با تعمید گرفتن ما عوض شدیم و بعد از تعمید شروع کنیم به همون کسی که بودیم، همون چیزی که بودیم دوباره زندگی کنیم، دوباره رفتار کنیم. چه چیزی کم بود در تعمید اون مرد دزد که این دوباره رفت اون کار رو تکرار کرد؟ به چه چیزی توجه نکرد؟ یا بهتر بگم اگر من و شما هم
به یک حقیقت و یک معنی بزرگی که در تعمید مخفی است، اگر توجه نکنیم میتونه این اتفاق برای تک تک ما بیفته. هیچ کدوم ما مستثنا نیستیم. و این اتفاق اتفاقی هستش که پولس رسول در رساله رومیان باب 6 آیه 3 تا 4 به ما میگه. آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. میگه همه کسانی که در مسیح عیسی تعمید یافتید، چه شما عزیزانی که امروز تعمید گرفتید، چه کسانی که چند سال گذشته یا هر موقع، میگه ما در مرگ او تعمید یافتیم. ما همیشه روزهای تعمید رو میگیم یک جشن هست، واقعا هم جشن هست، جشن در آسمان هست، ما خوشحالی میکنیم، میگیم یک عهد جدیدی رو با عیسی میبندیم، یک رابطه رو میگیم طلاق از شیطان، عهد با عیسی. اما امروز میخوام توجه شما رو از یک زاویه دیگه به تعمید جلب کنم که از این زاویه نگاه کنیم. من فکر میکنم هر موقع اکثر ایماندارا، امیدوارم همه تاریخ تعمیدا رو یادشونه. من خودم اول سپتامبر 2013 تعمید گرفتم. اما بیایم امروز به تعمید به چشم مراسم خاکسپاری نگاه کنیم. من فکر میکنم همه ما اینجا در مراسم خاکسپاری حداقل یک بار شرکت کردیم. پولس رسول میگه اون انسانیت کهنه مرد، میمیره. من فکر میکنم الان این قسمت رو بذاریم کنار، ما عزیزمون از دست دادیم، عزیز نبوده، هر چیزی، ولی وقتی در یک مراسم خاکسپاری که شرکت میکنیم میبینیم که وقتی اون مرده رو داخل قبر میذارن، در روش رو سنگ میذارن و بسته میشه همه چیز. و اگر ما فردا بریم تو خیابون و اون شخصی که دیروز خودمون در مراسم خاکسپاری شرکت کرده بودیم رو ببینیم، اولین احساسی رو که تجربه میکنیم ترس و وحشت هست. درسته، شاید الان خوشحال بشیم یه عزیز ما بوده زنده شده، ولی اول میترسیم، چون با خودمون میگیم ما دیروز این رو دفن کردیم و مرد، پس الان چطور داره جلوی من داره راه میره و زندگی میکنه. از اون در روز تعمید، در این تعمید آب، اون انسانیت کهنه ما، اون خلقت گذشته ما، این تو دفن میشه و میمیره. و من خودم چقدر بارها و بارها این قسمت‌های متعفن زندگی گذشته خودم رو درآوردم و شروع کردم باهاش زندگی و رفتار کردن. من فکر می‌کنم شاید اگه پدر از آسمان نگاه می‌کنه شوک میشه، ای این فلان تاریخ اینو ما دفنش کردیم، الان چرا زنده شده؟ وقتی که به این دید نگاه کنی و میگی چون از به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شدیم، ما باید در یک زندگی جدیدی شروع به زندگی کنیم. یک زندگی تازه‌ای باید برای ما بعد از تعمید شروع بشه. هر آن چیزی که ما بودیم، برادر عزیزم خیلی چیزهایی رو گفت، عصبی بودیم، خشم داشتیم، بی محبت بودیم، مغرور بودیم، چشم ناپاک داشتیم، حسادت داشتیم، محبت نمیتونستیم بکنیم، عدم بخشش داشتیم، ما خودمون میگیم داشتیم، و این داشتیم ها همه این تو دفن شده. و من و شما وقتی که از آب میاییم بیرون، پولس رسول میگه باید شروع به یک زندگی جدیدی بکنیم. و این زندگی جدید رو خیلی زیبا پولس رسول به ما نشون میده در دوم قرنتیان باب 5 آیه 17. اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده است. از اون در چند یکی دو ماه گذشته این آیه واقعا زندگی من رو به چالش کشیده. و چالش از اون کلمه اگر برای من شروع شد. چون کلمه اگر یک کلمه شرطی است و در ابتدای هر جمله‌ای که قرار بگیری یک شرطی رو میذاره. اگر اینجا نبود خیلی این آیه راحت تر بود. من چند وقت پیش در جلسه امیدان بودم، گفتم دور این اگر در کتاب مقدساتون یک دایره قرمز بکشید، برای همین اینجا گذاشتم و پیشنهاد میکنم شما هم این کار بکنید. اگر کسی در مسیح باشد، یعنی میگه اگر من و تو ادعا میکنیم که ما در عیسی مسیح هستیم، اگر من مسیحی هستم، اگر روح عیسی در منه، اگر من تعمید گرفتم و نجات پیدا کردم، این اگر، پس من یک خلقت تازه‌ای هستم. چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز، بگیم همه چیز،
همه چیز باید تازه شده باشه. نه یک قسمتی از زندگی ما. خدا عزیزان من و شما رو خوانده، من و شما رو انتخاب کرده، جان خودش رو برای ما داد روی صلیب تا با مرگ او هم شکل بشیم، متحد بشیم و بتونیم یک زندگی تازه‌ای رو زندگی کنیم. اگر من و شما تعمید گرفتیم و میگیم در عیسی مسیح هستیم، من مسیحی هستم، من روح القدس رو دارم، ولی تماما همچنان مشغول زندگی کردن در گذشته خودمون هستیم، با افکار گذشته خودمون داریم زندگی میکنیم، با نگاه گذشته خودمون داریم زندگی میکنیم، فکر ما حتی سلیقه ما عوض نشده، این اگر مشکل ایجاد میکنه برای من، دو ماه مشکل ایجاد کرده، چون خیلی جاها وقتی به خودم نگاه میکنم، وقتی میگم من در مسیح هستم، من فرزند خدا هستم، من روح خدا رو دارم، ولی جاهایی میبینم هنوز فکر من داره مثل گذشته کار میکنه، هنوز دید من به افراد مثل گذشته است خیلی جاها. و خدا از من و شما میخواد که ما به این دید، به تعمیدمون نگاه کنیم، که بعد از تعمید من و شما یک انسانهای جدیدی هستیم با یک خلقت تازه. هر آن چیزی که در گذشته بود، اگر افسردگی بود، اگر درد بود، اگر مرض بود، اگر ناتوانی بود، اگر ضعف بود، اگر کمبود محبت بود، هر آن چیزی که بود، همه چیز درگذشت و عیسی قادر از من و تو یک خلقت تازه‌ای بسازه که مطابق این خلقت تازه زندگی و رفتار کنیم. مهمان عزیزی که به عیسی مسیح خداوند ایمان نداری، اگر در شرایطی در زندگی خودت هستی که از زندگی خودت خسته شدی، مثل من قبل از ایمان از خودت اگر خسته شدی، از بودن خودت خسته شدی، از فکرهای خودت خسته شدی، همه چیز بوی کهنگی میده برای تو، زندگی برای تو آزاردهنده شده و نمیدونی چطور باید ادامه بدی، خبر خوش اینه، فقط یک خبر خوش در دنیا وجود داره، که عیسی مسیح خداوند، فقط و فقط عیسی مسیح خداوند قادر زندگی تو رو تبدیل کنه. با ایمان تو، با اعتراف و توبه تو، تو نجات رو دریافت کنی و با او وارد این خلقت تازه بشی. و این خبر خوش امروز برای توه. اما عزیزان این خلقت تازه چیه؟ خلقت تازه چیه؟ خود پولس این رو جواب میده در غلاطیان باب 3:27. چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح رو در بر کردید. از نظر من این آیه کوتاه‌ترین و کامل‌ترین تعریف تعمیده. چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح رو پوشیدید. ما این تعلیم رو میدیم، کاملا درسته، طلاق از شیطان، عهد با عیسی مسیح، عهد میبندیم، وارد یک رابطه میشیم، اما خیلی فرق میکنه یک تعهد و یک رابطه برقرار کردن با مسیح رو پوشیدن. من میتونم یک عهدی رو با پاستور ببندم، بگم پاستور عزیز، مثال داشتم میزدم، یک عهدی رو با پاستور ببندم، بگم من از این بعد من همیشه شاگرد شما خواهم بود، وفادار شما خواهم بود، مطیع خواهم بود، همیشه از شما اطاعت خواهم کرد. 5 سال پیش این عهد رو بستم با پاستور و این عهد رو ببندم، میتونم این عهد رو بستم و داشته باشم، ولی برم مطابق فکرهای خودم زندگی کنم، وفادار باشم به پاستور، مطیع پاستور باشم، ولی هنوز زندگی من، فکرهای من، فکرهای آرش باشه. تعمید فقط یک بستن عهد با عیسی نیست که ما با عیسی عهد ببندیم، بلکه میگه مسیح رو در بر کردید. مهم نیست من و شما کی هستیم، هیچ اهمیتی نداره من و شما کی هستیم، از چه خانواده‌ای هستیم، از کجا هستیم، بی سوادیم، سواد داریم یا نداریم، هیچ چیزی مهم نیست. مهم اینه هر کسی که بودیم، وقتی از آب تعمید میایم بیرون، ما مسیح رو در بر کردیم و این باید عزیزان دیده بشه. ما وقتی که تو خیابون دوتا ماشین تصادف میکنن، زنگ میزنن پلیس
اصلا ما نمیگیم که فلان پلیس بیاد قدش بلند باشه، نمیدونم موهاش بلوند باشه، اصلا برام مهم نیست، پلیس بیاد فقط. و وقتی پلیس از دور میاد میگیم پلیس اومد. چرا؟ چون اون لباس پلیس بر تن اوه. تو بیمارستان وقتی منتظر پزشک هستیم، وقتی لباس رو میبینیم میگیم دکتر اومد. الان برام مهم نیست اصلا دکتر از کجا اومده، کیه، چیه. آیا من و شما وقتی وارد یک جای میشیم دیگران میگن که مسیح آمد؟ طبق این آیه عزیزان میگه مسیح رو دربر کردین. پاستور سه هفته پیش موعظه بی‌نظیری که کرد که دستای ما باید دستای مسیح باشه، پاهای ما باید پاهای مسیح باشه. خیلی ها گفتن خیلی سخته. اصلا از نظر من نباید سخت باشه، چون بعد از تعمید تنها چیزی که باید از من و شما دیده بشه عیسی مسیح هست، شخصیت او هست، ویژگی او هست، چون ما او رو دربر کردیم. عزیزان خلقت تازه خود مسیح هست. ریشه آدم اول با اون ذات گناه در تعمید از ما قطع میشه، از ما کنده میشه، از ما جدا میشه. ما برای همیشه وارد این خلقت تازه میشیم. ما متعلق به خلقتی میشیم که خلقت خود عیسی بود، خلقتی که هیچ گناهی در او یافت نمیشد، خلقتی که هیچ تاریکی در او یافت نمیشد، خلقتی که در عدالت و قدوسیت رشد میکرد، خلقتی که تنها یک فکر و یک هدف داشت که اراده پدر رو روی زمین به وجود بیاره، انجام بده و ملکوت خدا رو روی زمین بیاره. در عالم روحانی عزیزان من و شما اینطور دیده میشیم، افرادی که مسیح رو در بر کردن، خلقتی که هیچ مرگی درش نیست. ما هرگز نمیمیریم عزیزان. یک بار از این به بعد تاریخ مرگ خودتون رو میتونید، تاریخ تعمیدتون رو تاریخ مرگ خودتون بدونید. تاریخ مرگ شما عزیزان 10 نوامبر 2019 است و بعد از این هرگز نخواهید مرد. یک ابدیت در آسمان با خداوند و با همه ایمانداران زندگی خواهید کرد و همه ما عزیزان اون روزی که تعمید گرفتیم اون روز تاریخ مرگ ماست. مرگ انسانیت کهنه و مرگی نخواهد بود. و در آخر بعضی وقتا افراد سوال میکنن، میگن ما میریم دادگاه، سوال میکنن مسیحیت یعنی چی، مسیحیت چه تعریفی داره. از نظر من یک آیه مسیحیت رو تعریف میکنه و اون سرودی هستش که خوندیم، غلاطیان باب 2:20. با مسیح بر صلیب شدم و دیگر من نیستم که زندگی میکنم. بگیم دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح هست که در من زندگی میکند. و این زندگی که شما بخونید و جان خود را به خاطر من داد. آمین. عزیزان پولس میگه دیگه من نیستم که زندگی میکنم، منی که تعمید گرفتم دیگه من زندگی نمیکنم، بلکه مسیحی که من در تعمید خودم پوشیدم، در بر کردم، اون مسیح زندگی میکنه، اون مسیح تصمیم میگیره، اون مسیح رفتار میکنه. ما خیلی موقع ها میگیم مثل کلام خدا مطابق احکام خدا زندگی کردن خیلی سخته، اراده خدا رو انجام دادن خیلی سخته، طاقت فرساست، نمیتونیم. اما این آیه رو اگه عزیزان درک کنیم که دیگه من نیستم که زندگی میکنم، بلکه عیساست که داره در من زندگی میکنه، و اتوماتیک عیسی کاری که باید انجام بده رو از طریق من و در من انجام میده و اون کار مطابق کلام خدا و مطابق اراده پدر هست. و این زندگی که اکنون در جسم میکنم با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود رو به خاطر من داد. از آن عیسی مسیح خداوند به خاطر من و شما مرد تا ما برای او زندگی کنیم. او نمرد تا ما برای او بمیریم. این یه سرود هست، چه شیرین و دلپذیر است، خیلی سرود قشنگیه. ولی اونجا میگه چون برایم جان بدادی جان خود را بدهم. ای کاش آخرش بود چون برایم جان بدادی زندگی کنم برای تو. من خودم به شخص حاضرم، واقعا میگم جان خودم الان برای عیسی بدم
تا آخر عمر خیلی سخته، نه، برای عیسی زندگی کردن. جان دادن برای عیسی از نظر من خیلی راحت تر از زندگی کردن برای عیسی است، چون یک لحظه است دیگه. تازه شهیدم میشی، کلی خوش به حالت میشه، اسم و عکست هم میزنم بالای کلیسا. عیسی مسیح خداوند عزیزان برای ما مرد تا ما برای او زندگی کنیم، تحت اراده او زندگی کنیم. اجازه بدیم عزیزان، چه عزیزانی که شما امروز تعمید گرفتین، چه مایانی که در هر زمانی تعمید گرفتیم، این رو بدونیم تمام افکار گذشته ما، تمام اون شخصیت گذشته ما، تمام اون دردهای ما، تمام اون ناتوانیهای ما، تمام اون ضعفهای ما شاید از بین نرفته باشه، اما قدرتش برای همیشه مرده و دفن شده. و من و تو وارد یک خلقت تازه‌ای در مسیح میشیم و در این خلقت تازه پولس در فیلیپیان میگه قوت هر چیزی رو دارم در مسیح که مرا قوت و نیرو میبخشه. و من و تو در هر جایی که از آن در این خلقت تازه اگر گیر کنیم، قوت هر چیزی رو در مسیح داریم که من و تو رو نیرو ببخشه. و ما مسیح رو دربر کردیم و هر روز این آیه رو روی زندگی خودمون اعلام کنیم. اینک نه من بعد از این، بلکه مسیح هست که در من زندگی میکند. آمین. سرهای خودمون رو خم کنیم در حضور خداوند. هللویا. خدای عالی، خدای عظیم، خدای عزیز، تو رو شکر میکنیم خداوند. خدایی که زمانی که ما تو رو نمیشناختیم ای خداوند، تو تک تک ما رو میشناختیم. زمانی که حتی پدر و مادر ما خداوند از بودن ما، از وجود ما مطلع نبودند، زمانی که نطفه ما در رحم مادر ما نقش میبست، کلام تو میگی تو اونجا ما رو دیدی ای خداوند. خدایی که ما دشمن تو بودیم، فرزند معصیت، غضب و گناه بودیم، در زمانی که ما دشمن بودیم تو ما رو محبت کردی. تو جان خودت رو خداوند بر روی صلیب برای ما دادی، چون تجربه کرده بودی خداوند که زندگی در این انسانیت کهنه، در این خلقتی که روی زمین تحت تسلط شیطان و گناه هست، چقدر سخت، چقدر دردآوره، چقدر زیر فشاره، چقدر بارها خداوند سختی‌ها، مریضی ها، فشارهای این زندگی به ما هجوم میاره خداوند. برای همین تو بیشترین درد رو خداوند تحمل کردی، بیشترین فشار رو تحمل کردی، بیشترین بار رو خدای عالی تو بر روی صلیب تحمل کردی تا من و ما امروز خداوند با ایمان، با توبه، با تعمیدی که میگیریم از اون زندگی گذشته، از اون انسانیت کهنه خودمون جدا شده باشیم و وارد یک خلقت تازه با تو باشیم. خلقتی که میتونیم خداوند مثل تو فکر کنیم، مثل تو احساس کنیم، مثل تو رفتار کنیم، مثل تو خدمت کنیم، مثل تو محبت کنیم ای خداوند. ای خداوند در این قسمت خداوند، من خداوند از همه عاجزتر و ناتوانتر هستم، خیلی وقتا کم میارم، پس ای روح القدس عزیز از تو امداد و کمک میطلبم ای خداوند، که هر روز به یاد ما بیاری ای خداوند که ما یک خلقت تازه هستیم، که ما مسیح رو دربر کردیم. در هر جایی که میریم در طول زندگی، در طول روز، ما نیستیم که قدم برمیداریم، من نیستم که میرم، بلکه مسیحی که در منه قدم برمیداره و زندگی میکنه. و ای خداوند دعا میکنم پدر به نام عیسی مسیح، به خصوص برای عزیزانی که امروز تعمید گرفتن، از همین لحظه یک حضور جدید و تازه‌ای رو از تو در زندگی خودشون ای خداوند تجربه کنن، یک حضور قوتمندی از تو عیسی مسیح در زندگی خودشون ای خداوند. و همینطور برای تمامی مایانی که خداوند تعمید گرفتیم، هرگز و هرگز نگذار ای خداوند تاریخ خاکسپاری خودمون رو فراموش کنیم و به یاد بیاریم ای خداوند که با تو تا به ابد زنده خواهیم بود، چون که در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و یک صدا میگیم آمین و آمین.